سلام دوست عزیز، خوش آمدید به اولین آموزش از برنامه اکسس. اکسس یکی از برنامه بخش مایکروسافت آفیس است که توسط شرکت مایکروسافت ساخته شده. ما از برنامه اکسس برای ساختن دیتابیس استفاده میکنیم. خود کلمه دیتابیس به معنی پایگاه اطلاعات است، یعنی یک بسته کامل است. مثلا ما قبلا در برنامه ورد نیاز به این داشتیم که فایلای ورد چیزایی که مربوط به متن میشه تایپ بکنیم. اگر ما محاسبه می داشتیم نیاز به این داشتیم که بریم به برنامه اکسل و محاسبه مورد اکسل انجام بدیم. اگر ما دیزاین می داشتیم مجبور به این بودیم که می رفتیم به برنامه پاورپوینت. اما برنامه اکسس هم بخش تایپ و اطلاعات که به شکل ورد به شکل یک راپور آماده میشه داره، هم به شکل اکسل محاسبات دو گنجانده میشه و هم میتونیم به یک دیزاین بدیم، یعنی به شکل یک بسته کامل است. ما میتونیم برنامه اکسل طوری که قبلا طرز بازکرد برنامه ورد گفتیم یا اکسل با اون طریقه ها ما میتونیم برنامه اکسل هم باز بکنیم. از طریق خود سرچ اینجا نشته بکنیم اکسس، یا هم میتونیم از طریق رن وین کیرم را به حرف فشار میتونیم اینجا نشته میکنیم MS اکسس. MS Access OK انتر میکنیم. خب زمانی که ما اکسس باز کردیم، این برنامه مانند برنامه ورد نیست که بر ما مستقیما اجازه بده که داخل محیطش شویم، یا مثل برنامه اکسل یا پاورپوینت. در برنامه اکسس شرط اولی است که اول ما باید فایل ما را ذخیره بکنیم، بعد میتونیم داخل محیط قدم و فایل یا محیط برنامه اکسس شویم و بالای کار بکنیم. در برنامه ورد، اکسل و پاورپوینت شرط اول ذخیره نبود. میتونستیم برنامه را باز میکردیم، بالاش کار میکردیم، تایپ میکردیم، اگه اکسل میبود فرمول بندی میکردیم، هر لحظه یا هر وقتی که میخواستیم بعد میتونستیم برو ذخیره بکنیم. اما در اکسس شرط اول ذخیره است. تا زمانی که فایل ما را ذخیره نکنیم هرگز ما از فایل ما استفاده کرده نمیتونیم. ببینید زمانی که ما اکسس باز کردیم در اینجا بالای چی کلیک میکنیم؟ بلانک دیتابیس. فایل ورد به نام چیت میکنن؟ داکومنت. فایل اکسل به نام ورک بوک. فایل پاورپوینت به نام پرزنتیشن. اما فایل اکسس به نام چیت میکنن؟ دیتابیس. پس اگر ما میخوایم یک دیتابیس خالی جدید ایجاد بکنیم، پس بالای چی کلیک میکنیم؟ بلانک دیتابیس. زمانی که بالای چی کلیک کردیم، قسمی قبلا گفتم شرط اول ذخیره است. پس در اینجا دو مورد وجود داره. یک، در کدام موقع ذخیره شد؟ دوم، با کدام نام ذخیره شد؟ در صورتی که ما نام موقع را مشخص نکنیم، اتومات در داکومنت ذخیره میشه و به نام دیتابیس یک ذخیره میشه. و زمانی که بار دوم بخوایم یک فایل دیگر ما ایجاد بکنیم از طریق برنامه اکسس، باز به شکل دیتابیس 2 و 3 و 4 به شکل ساخته میشه، ایجاد میشه. اما ما میتونیم بالای این علامه که به شکل فولدر کلیک بکنیم، موقعش تغییر بدیم. میگیم در داکومنت هم باشه، مثلا در دسکتاپ ذخیره شوه یا در اکانت درایو ذخیره شوه. پس در قسمت فایل نمیتون نام فایل ما رو هم تغییر بدیم. به طور مثال محاسبه، بعدا بالا اوکی کلک میکنیم. ببینین موقعش دسکتاپ شد و به نام محاسبه، و بعد بالا چی کلک میکنیم؟ کریت. ببینین زمانی که ما داخل محیط برنامه اکسس شدیم، طوری قبلا معرفی کرده بودم در برنامه ورد هم و همچنان اکسل تایتل بار است، اینا رو به نام رایبون یاد میکنه و این قسمت هم کویک اکس تول بار است. در رایبون هم این قسمت ها گروپ است، گروپ ویو، گروپ کلیپ بورد، گروپ سورت فیلتر و هر گزینش هم به نام کماند یاد میکنه. و بعد اینجا یک مینو هم داریم به نام مینوی فایل است. در برنامه اکسس ما اونقدر با گزینه ها سر کار نداریم، زیادتر سر کار ما مستقیم با جدول سازی. پس ما باید اول بشناسیم که خود برنامه اکسس شامل چند بخش اساسی است. برنامه اکسس شامل 6 بخش اساسی که عبارت از تیبل است، کیوری است، فرم است، ریپورت است، ماکرو است و کد است. که ماکرو و کد تقریبا با هم مشابه هم است، اما فرق میکنه. ماکرو از طریق انتخاب یک گزینه انجام میشه و کد باز از طریق تایپ. به خاطر میتونیم جدا هم در نظر بگیریم. پس شامل تیبل، کیوری، فورم، ریپورت، ماکرو و کد. که ما اولین درس ما رو کمیشه شروع میکنیم از بخش تیبل است. یعنی اول جدول سازی شروع میکنیم.
بعد میتونیم تاست کیوری او را فرمول بندی بکنیم، تجزیه بکنیم، تحلیل بکنیم و بعد تاست فرم میتونیم به او دیزاین بتیم و بعد میتونیم تاست ریپورت را اگر راپور از رو بگیریم به چاپ برسانیم و میتونیم بعد تاست مکرو و به شکل تاست کود ما کود بندی بکنیم میره و یک قسمت به قسمت دیگه ارتباط بتیم یا وظایفی که میخوایم تاست از انجام. پس این بود یک معرفی کوتاه از برنامه اکسس. فردا ما درس بعدی ما که است از تیبل شروع میکنیم، یعنی ساخت اولین جدول. پس درس بعدی ما از طرز ساختن جدول شروع میشه. پس اگر از ویدیو امروز ما خوشتون آمده باشه، ویدیو ما رو لایک بکنین، چنل ما رو سابسکرایب بکنین، زنگوله رو فشار بدین تا ویدیو جدیدی که آپلود میکنیم برای شما آگاهی داده شه و ویدیو بعدی ما رو همچنان فراموش نکنیم.